منشور و میثاق فعالیت و کوشش ما محمد صدیقی کبودبند. متن یادداشت فعال حقوق بشر زندانی محمد صدیق کبودوند که تحت عنوان منشور و میثاق فعالیت و کوشش ما به مناسبت روز جهانی حقوق بشر نوشته است، جهت انتشار در اختیار فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران قرار گرفته است که متن آن به قرار زیر می باشد. حقوق بشر مهمترین تحول حقوق بین الملل در قرن بیستم است. حقوق بشر رابطه انسان و گروه ها را با دولت و نهادهای وابسته به دولت را ملاک قرار داده و آن را تنظیم می کند. از تمامی انسان ها در مقابل دولت حمایت می کند و رعایت حقوق آنها را از طرف دولت می خواهد بر اساس قواعد و مقررات حقوق بشر. اصولاً انسان‌ها حق دارند و دولت‌ها تکلیف. انسان‌ها حق دارند تضمین و تأمین حقوق خود را از دولت بخواهند و دولت مکلف است به انجام آن. حقوق بشر حقوق همه افراد انسانی را صرف نظر از رنگ، نژاد، ملیت، قومیت، جنس، مذهب و عقیده، وضعیت اجتماعی و غیره در تمامی زمانها و مکانها تحت هر شرایطی زیر چتر حمایت خود قرار می دهد. به طور کلی حقوق بشر مجموعه ای از قواعد و مقررات بین المللی است که در همه زمانها و مکانها از مقام، منزلت و کرامت انسانی تمام افراد و یا گروه ها صرفاً به دلیل اینکه انسانند در مقابل دولت ها حمایت می کند. حمایت بین المللی از افراد در حقوق بین الملل موجب می گردد تا اختیار انحصاری دولت در قبال رفتار با افراد ساکن در قلمرو خود محدود شود و این محدودیت به طور روزافزونی افزایش یابد. حقوقدانان بین المللی از این نظر حمایت می کنند که قواعد حقوق بین الملل برتر از قواعد داخلی است و بدین لحاظ هر گونه تعارض بین قواعد حقوق بین الملل و قواعد ملی همواره می بایست به نفع قواعد حقوق بین الملل حل شود. حقوق بین المللی بشر قواعد و مقرراتی برای حقوق و امتیازات فرد در جامعه بین المللی وضع و تضمین‌های حقوقی برای اجرای این مقررات معین می کند و مجموعه ای از این مقررات دولت‌ها را نیز به پذیرش مقررات بین المللی حمایت کننده از نوع بشر رهنمون می گردانند. حمایت از افراد و حقوق بشر در حقوق بین الملل شامل حمایت جهانی از حقوق بشر و حمایت منطقه‌ای از این حقوق است و مقررات بین المللی حمایت کننده از حقوق بشر شامل دو دسته حمایتی عام و خاص می باشد. بدین صورت که در دسته اول یعنی حمایت عام تمامی انسان‌ها صرف نظر از هر گونه ویژگی شخصی یا طبقاتی مورد حمایت قرار می‌گیرند و در دسته دوم برخی از طبقات افراد نظیر زنان، کودکان، اقلیت‌ها، پناهندگان و یا کارگران علاوه بر حمایت عام و کلی از حمایت خاص نیز برخوردار می شوند. منشور ملل متحد و منشور حقوق بشر مشتمل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و برخی دیگر از اسناد و متون بنیادین حقوق بشر که در چارچوب سازمان ملل متحد تهیه و تنظیم گردیده اند، حمایت عام از حقوق بشر را در جهان قاعدمند می کنند. همان گونه که در مقدمه منشور ملل متحد آمده است، مردم ملل متحد
ایمان خود را به حقوق اساسی بشر، حیثیت و ارزش شخصیت انسانی، به تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین تساوی بین ملت‌ها و خلق‌ها، اعم از کوچک و بزرگ، اعلام کرده اند. به علاوه در تعدادی از مواد این منشور، از جمله مواد 1، 13، 55، 62، 68 و 76، ترویج همکاری بین المللی در امور کمک به تحقق حقوق و آزادی های اساسی، تشویق احترام جهانی به حقوق بشر، پیشبرد و احترام مؤثر و واقعی به حقوق بشر و آزادی های بنیادین برای همگان، بی تبعیض و بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان، ملیت، مذهب و یا مواردی از این قبیل مورد تأکید قرار گرفته است. مقررات منشور ملل متحد اصول عامند و به دلیل خصوصیت معاهده‌ای که دارند از نظر حقوقی برای تمامی ملت‌ها و دولت‌ها الزام‌آور هستند. از این رو مجمع عمومی سازمان ملل متحد با کمک شورای اقتصادی و اجتماعی و از طریق شورای حقوق بشر برای بیان اصول عام حمایت از حقوق بشر و اجرایی کردن آن و دیگر قواعد و مقررات مربوط اقدام می کنند. اعلامیه جهانی حقوق بشر که در تاریخ 10 دسامبر 1948 بر اساس قطعنامه 30 کمیسیون حقوق بشر و توسط مجمع عمومی ملل متحد مشتمل بر 1 دیباچه و ماده و 3 قطعنامه پیوستی به تصویب رسیده، در دیباچه آن بر رهایی انسانها از بیم و نیاز، احترام به شخصیت و کرامت انسانی افراد بشر و فراهم آوردن شرایطی برای بهره‌مندی همگان از حقوق و آزادی‌های اساسی و حمایت قانونی از این حقوق برای بازداشتن انسان‌های ناگریز از قیام و عصیان تأکید گردیده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر اصول آزادی، برابری، برادری و عدم تبعیض متکی است، حقوق طبیعی و ذاتی و انتقال ناپذیر بشر شامل حق حیات، آزادی تحصیل سعادت، حاکمیت بر سرنوشت خود و نیز حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و حقوق فرهنگی، اعم از آزادی هویت، زبان، اندیشه، وجدان، مذهب و آداب و رسوم را در بر می‌گیرد. اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است و به عنوان تفاهم نامه مشترک ملت‌ها و خلق‌ها و همه مردمان در مورد حقوق و آزادی‌های انسان‌ها از اهمیت تاریخی، سیاسی استثنایی و موقعیت معنوی و سیاسی ویژه‌ای برخوردار است. اعلامیه جهانی حقوق بشر از حیث حقوقی و شیوه و تصویب تفاوت چندانی با میثاق‌ها و پیمان‌نامه‌ها، کنوانسیون‌ها ندارد. اگرچه همانند نص مصوب و قطعنامه‌های مجمع عمومی قدرت اجرایی ندارد، با این حال مفاد آن به قواعدی عام و شمول تبدیل گردیده است. حقوق جهان شمول بشر مندرج در اعلامیه حتی برای کشورها و دولت‌هایی که به پذیرش اسناد و معاهدات بین المللی مربوط تن نداده اند نیز الزام آور است و درجه التزام دولت‌ها به رعایت و احترام به حقوق بشر با ارتقا و اعتلای قواعد مندرج در اعلامیه به سطح و مقام رفیع قواعد آمره به نحو بارزی روز به روز تقویت می‌گردد، به طوری که موقعیت معنوی و سیاسی ممتاز اعلامیه جهانی حقوق بشر امروز به گونه ای شده که کسی نمی‌تواند آن را به عنوان یک اعلامیه غیر الزام‌آور تلقی نماید. ماده اول هر دو میثاق دولت‌ها را به تضمین و تأمین حق تعیین سرنوشت، فراهم آوردن و مهیاسازی شرایط تعیین وضع سیاسی و تحقق حق خودمختاری
با تعیین وضع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی توسط ملت‌ها و خلق‌ها متعهد گردانیده‌اند. علاوه بر این، میثاق حقوق مدنی و سیاسی دارای دو پروتکل اختیاری، یکی مربوط به آیین دادخواهی فردی از مجامع بین المللی و دیگری در مورد الغای مجازات اعدام است که پروتکل اخیر ذکر در 10 دسامبر 1989 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است. افزون بر منشور ملل متحد و منشور حقوق بشر مشتمل بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های دوگانه ملل متحد، پیمان‌نامه‌های متعددی در زمینه حمایت از حقوق بشر در سطح عام و جهانی به طور مستقیم و غیر مستقیم از سوی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است که تعداد زیادی از این اسناد مانند میثاق‌های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی معاهداتی هستند که به لحاظ قانونی برای تمامی کشورهایی که آنها را تصویب کرده اند و یا پذیرفته اند الزام آورند. به علاوه تعداد زیادی از اسناد حقوقی بین المللی به طور خاص به موضوع حقوق یک طبقه خاص از افراد می پردازند. به طور کلی بیش از 60 سند بین المللی در زمینه حقوق بشر وجود دارد که برخی از این اسناد با ذکر عناوین کلی به قرار ذیل است. 1. در رابطه با موضوع تبعیض و جلوگیری از آن، می توان به اعلامیه رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی مصوبه 1963، کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم آپارتاید مصوبه 1973 و 1976 و کنوانسیون یونسکو درباره نژاد و تعصب نژادی مصوبه 1978 اشاره کرد. 2. در زمینه حقوق زنان می توان از کنوانسیون حقوق سیاسی زنان مصوبه 1952 و 1956، اعلامیه رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه 1967، کنوانسیون رفع یا الغای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوبه 1979 و اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوبه 1993 نام برد. 3. درباره جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت از کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت کشتار جمعی جنوساید مصوبه 1948 میتوان نام برد. 4. در رابطه با حقوق بشردوستانه می توان کنوانسیون ژنو در مورد رفتار با اسرا مصوبه 1950 و کنوانسیون ژنو درباره حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ مصوبه 1950 را مورد اشاره قرار داد. 5. در زمینه منع شکنجه و خشونت‌های غیر انسانی، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر مجازات‌ها یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده در سال 1984 تصویب شده است. 6. در مورد بردگی و بندگی و کار اجباری و پدیده‌های مشابه می‌توان از پیمان‌نامه مربوط به لغو بردگی مصوبه 1926، کنوانسیون مربوط به مجازات خرید و فروش انسان و بهره‌کشی جنسی از روسپیگری دیگران مصوبه 1950، پروتکل اصلاح کنوانسیون ضد بردگی مصوبه 1953 و کنوانسیون مربوط به تکمیلی درباره الغای بردگی، خرید و فروش بردگان و نهادها و اعمال مشابه بردگی مصوبه 1956 نام برد. 7. در زمینه رفاه اجتماعی، پیشرفت و توسعه، اعلامیه جهانی پیشرفت اجتماعی و توسعه در 1969 و اعلامیه جهانی رفع گرسنگی و سوء تغذیه در سال 1974 تصویب شده است.
8 در مورد حق بهره‌گیری از فرهنگ توسعه و همکاری فرهنگی بین المللی، اعلامیه جهانی اصول همکاری فرهنگی بین المللی در سال 1966 تصویب شده است. 9 در زمینه آزادی اجتماعات، کنوانسیون سازمان بین المللی کار در مورد حق سازماندهی و مذاکره جمعی در 1951 تصویب شده است. 10 درباره تابعیت، بی‌تابعیتی، پناهندگی و آوارگان، پیمان‌نامه مربوط به وضعیت پناهندگی در سال 1951 و پروتکل الحاقی کنوانسیون 1951 در سال 1976 و کنوانسیون افراد بی‌تابعیتی در سال 1961 و اعلامیه حقوق بشر افرادی که دارای تابعیت کشوری که در آن زندگی می‌کنند نیستند در سال 1985 به تصویب رسیده است. 11 در زمینه اشتغال می توان از کنوانسیون ها و پروتکل های متعدد سازمان جهانی کار از جمله کنوانسیون سازمان بین المللی کار درباره ترویج مذاکره مصوب 1983 و همچنین از کنوانسیون مربوط به حمایت از کلیه کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان تصویبی 1990 نام برد. 12 درباره ازدواج، خانواده و جوانان، کنوانسیون های از جمله کنوانسیون رضایت برای ازدواج، حداقل سنی و ثبت ازدواج در 1964 تصویب گردیده است. 13 در مورد حقوق کودک می توان از اعلامیه حقوق کودک مصوب 1959 و کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 نام برد. 14 در زمینه حمایت از حقوق اقلیت‌های ملی، قومی، زبانی و مذهبی می توان از اعلامیه جهانی حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی یا زبانی مصوب دسامبر 1992 نام برد. 15 در رابطه با حقوق بشر در مدیریت دادگستری می توان اصول اساسی استقلال قوه قضاییه مصوب 1985، اصول راهنما درباره نقش دادستان و اصول بنیادین در مورد نقش وکلا را مورد اشاره قرار داد. 16 درباره حقوق زندانیان مجموعه ای از قواعد و استانداردها به تصویب رسیده که عبارتند از مجموعه قواعد حداقل رفتار با زندانیان مصوب 1957، اصول رفتار برای مأموران اجرای قانون 1979، قوانین حداقل استاندارد برای اجرای دادرسی ویژه نوجوانان مصوب 1985 قواعد پکن، اصول اخلاقی پزشکی مرتبط با نقش کارکنان امور بهداشتی به ویژه پزشکان در حمایت از زندانیان و بازداشت شدگان در برابر شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای خشن غیر انسانی و تحقیرآمیز 1982، مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص که تحت هر شکل از بازداشت یا حبس قرار دارند مصوب 1988، اصول پایه‌ای برای رفتار با زندانیان مصوب 1990، اصول پایه در زمینه توسل به زور و سلاح گرم مصوب 1990، اصول پیشگیری و تحقیق مؤثر در اعدام‌های فراقانونی خودسرانه و شتاب زده، اصول حمایت از بیماران روانی و ارتقای مراقبت‌های روانپزشکی، قواعد حداقل سازمان ملل متحد برای حمایت از کودکان محروم از آزادی، راهنمودهای سازمان ملل متحد در پیشگیری از بزهکاری نوجوانان، راهنمودهای ریاض،
تدابیر احتیاطی برای تضمین حقوق افراد در مواجهه با مجازات مرگ مصوب 1984 و قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل متحد برای اقدامات غیر بازداشتی قواعد توکیو مصوب 1990. سرانجام اینکه باید یادآور گردم که دولت ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر را در دسامبر 1948 امضا و در سال 1976 میثاق‌ها را تصویب و به آنها ملحق شده است. علاوه بر این دولت ایران تعدادی از پیمان نامه ها و کنوانسیون ها، پروتکل ها و اعلامیه ها را تصویب و یا امضا کرده است. برابر مفاد ماده 9 قانون مدنی جاری، تعهدات بین المللی و هر گونه معاهده ای که دولت به آنها پیوسته جزء قانون است. بنابراین رعایت و احترام به حقوق و آزادی‌های بنیادین و امنیت انسانی مردم ایران که در اسناد و متون حقوق بشری ملحوظ است، از سوی دولت ایران رعایت آن به مثابه هر قانونی الزامی است. تهران، زندان اوین، 6 دسامبر 2010، محمد صدیق کبودوند. No hell below us, above us only sky. Imagine no possessions.